یا اگه یادت باشه وزیر بهداشت اومد گفتش که هر کی میتونه بهتر از وزارت بهداشت عمل بکنه در مورد واردات واکسن ارزش رو ما میدیم بیان وارد بکنن به نوعی دفاع در لحنش بود از عمل کرده وزارت بهداشت بعدم که آقای روحانی مساله رو به من دستورالعمل عمل اعلام کرد اما ما پیش بینی کرده بودیم که این اتفاق اصلا در جهت اینکه یک شرکت خصوصی بیاد چنین کاری بکنه قابل انجام نیست و همونطوری هم شد ظاهرا دقیقاً میشه یاد باشه آقای نمکی دو سه هفته پیش بود اسفماه بود گفتش که خیلی مصبانی بود چون انتقادها ها بالا گرفته بود واکسن نبود همچون قطع چکانی داشت واکسن میومد هندم که گفت نمیدم اون 375 هزار دوز و ها بالا بود اومد از گفتش که فکر نکنی که واکسن پشت مرساس هر هرکی میتونه بره بیاره من ما پولش رو میدیم اما گفت به و کاسبان تحریم اجازه در واقع میدون بهشون واگذار نمیکنه تا اینکه این موند آقای روحانی اوایل فروردین اومد گفتش که ما مصوب داریم می‌کنیم که وارد کنندگان در واقع وارد و شرکت خصوصی بیان و با عرض نیمایی واکسن دریافت بکنن خب اصلا موضوع این بودش که خیلی خوارشناسا و من منتقدا خودمون در ایران چقدر در مورد صحبت کردیم گفتن که اصلا همچین چیز امکان نداره یه اپیدمیه یک پاندمیه در واقع در جهان و دولت ها با همدیگه در واقع حتی درگیر هستن که چه مقدار واکسن برای کشور خودشون برای شهروندان خودشون تهیه بکنن اصلا این امکان نیستش که واکسن وجود داشته باشه و کمپانی ها همجوری داشته باشه ما باید شرکت خصوصی برامون بیارن بعد صحبت این بودش که آره خب ببین موضوع هستش که ایران و دولت از و کار روابط بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل آنچنان آگاهی نداشته. تجربه ای نداشته هیچ وقت در مورد اینکه یک پاندمی وقت رخ میده، دولت ها هستن که با کمپانی در واقع طرف حساب میشن واکسن تهیه بکنن، نه شرکت های خصوصی. هر کسی هم دنبال منافع خودش. حالا اینا درسته میگم میگن کشور غربی همه واکسن ها رو برداشتن واسه خودشون. خب کار درستی هم کردن شاید. میدونی درسته که عادلانه توزیع نشده واکسن، هم. چون کمپانی هم تا یه حدی میتونن واکسن تولید بکنن. خب ایران فرصت کرد، نه نتونست واکسن وارد بکنه همون مقداری که 790 هزار دوز که تا الان واکسن از اسپوتنیک گرفتن و از روسیه و از چین گرفتن یه مقدار از هند همونا رو دارن الان من دیدم که آقای رئیسی سده، سخنگوی صد مقابله با کرونا گفته که ما مقدار 780 هزار دوز تو هفته جاری از سبد کوکس دریافت خواهیم کرد من نمیدونم چقدر این آمار درست هستش که چون قرار من چیزی که تو وبسایت کوکس و سازمان بهداشت جهانی دیده بودم این بودش که قرار هستش که ایران سه میلیون خورده دوز برای مرحله اول تو اردی به شما دریافت بکنه که الان این مقدار به این 700 تا گفتن ولی ما حالا گفته ولی با توجه به اینکه قبلا هم گفته که قرار از بهارات از هند بیارن نشد اینا من نمیدونم چه اتفاق قرار بیفته و بعد ببینیم که این اتفاق میفته یا نمیکنه خب لیلا وضعیت شهرها الان موج چهارم دیروز گفتیم امروز تهران در واقع تایید شد مسئلهش اش گفتن به زودی قرمز میشه ببین یه اتفاقی که در بریتانیا افتاد این بودش که بریتانیا برای ماها و هفته ها رفته از لاکدان همه جا رو بس واکسیناسیون خیلی گسترده رو شروع که الان تونسته کنترل بکنه و اصلا مرگ میر گزارش نمیشه خب ایران در در حالی که الان وارد یعنی تنها کشوری هستش که به جرات میشه گفتش که پیک چهارم در دنیا داره تجربه میکنه یعنی وارد پیک چهارم شده واکسن هم که وضعیتش اینجوری اصلا از واکسن خبری نیست اوسان هم روز به روز در واقع از یه استان خوزستان شروع شد پیک چهارم به اوسانه مجاور رسیده الان تو یه اختلافی هست تو ستاد مقابله باکنه با با وزارت بهداشت سر اینکه آیا تهران اصلا اعلام شده که قرمز هست ولی اینو نمیتونن اعلام عمومی بکنه که قرمز است انقدر تبعات داره که میترسن که اینو اعلام بکنن که قرمز است ولی الان وضعیت استان ها استان البرز تهران اصفهان ایلام در واقع بوشه کوکیلو، به رامت بختیاری سمنان لورستان وارد که چهارم شدن آمار بستری ها و میر بالا هستش ولی خب حالا ما که صدا داره خیلی منعطف رفتار میکنه با این وضعیت امیدوارم که حالا تا ب... اشاره کردی بحث... تجربه رو مطرح کردی آقای روحانی بارها تاکید کرده کشورهای دیگه از تجربه ایران زنگ زدن استفاده بکنن اما در مورد خرید واکسن دست در عمل ما میبینیم که ایشون فقط استفاده نکردن از تجربه دقیقا. دیگران حتی برای دریافت واکسن ممنونم لیلا از توضیحاتی که دادی لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو